این هفته شاهد محکومیت بیشتر رژیم در مجامع بین و بودیم همینطور تحریم های جدید علیه رژیم رو هم شاهد بودیم که برخی کشورها تصویب کردند از طرف دیگه با موجی از حمایت ها از قیام مردم ایران و از طرف دیگر محکومیت اعدام قیام کنندگان از جانب شخصیت های روبرو رو بودیم در رابطه با این رویدادها و پیامت های آن در این قسمت برنامه گفتگویی داریم با آقای اسحاق علی نجات که همراه ما هستند در استودیو سلام می به شما آقای نجات و خوش به این برنامه با تشکر از شما و با سلام خدمت بینندگان سیمای آزادی و با درود به قیام آفرینان سیستان و بلوچستان که امروز هم خروشیدند بله. و شعله قیام و زنده نگه داشتند به ویژه زنان قیام کننده که در پیشاپیش تظاهرات بودند بله با همون شعارهای همیشگی مرگ بر خامنه ای و سران حکومت آخوندی آقای انجاد ما الان در چهارمین ماه قیام هستیم امروز 92 و مین روز این قیام هست شما الان ازیابیتون از موقعیت بین رژیم در طی این روندی که طی شده چیست؟ در واقع تحولات خیلی زیادی در سطح بین در این فاصله صورت گرفته در عرض این 92 دو روزی که شما گفتید تقریبا میشه گفت در صدر اخبار جهان بوده خبره مربوط به قیام و مربوط به ایران به دلیل چند پارامتر یکی خود ابعاد قیام و گستردگیش و شجاعت و جسارت قیام کننده ها که رژیم نتونسته با هر طرف اینو به خوابونه سبوعیت و وحشیگری و جنایت خود رژیم که اینم تحت تحصیل قرار داده افکار عمومی بین للی رو یکیش هم خوب تو ایران دیگه ایران یعنی موقعیت جهوپولیتیک خود ایران دیشب خبرگزاری بلومبرگ نوشته بود که اون چی که در ایران جریان داره میشه تشبیه کرد به داستان فروپاشی شوروی سابق گفته اگه انقلاب دموکراتیکی در ایران رابی بالکل مثل فرو ریختن دیوار برلینه و تاثیرات و پیامداش در اون ابعاده و چهره خارمیانه را بالکل تغییر میده در مرزهای ایران محدود نخواهد شد این تغییر بله به دلیل موقعیت خود ایران و همون نقش مداخله جوانی رژیم تو کشورهای مختلف و همون سقلی که در واقع خود ایران تو منطقه داره در چه خوب این نمیتونه حتی کرترین گوشا در واقع باید بشنون فریادها رو. شما باید ببینن بله این فریادها و این خشم و خروش و این جسارت قیام کننده را و به قول شما نابیناترین آدمان باید همین درخشش و تلالو ناگزیرن ببینن در این تحولات جدی گذشته رو دولت ها رو افکار عمومی بین المللی رو پارلمان ها به همه جا تاثیرش رو میبینیم کما اینکه روزانه تقریبا شاهد موزگیری متعدد از جانب بالاترین مقامات کشور هستیم جلسات متعدد پارلمان ها بعد ارگان بین المللی همه در واقع این موضوع تحت بررسی قرار میدن تو این فاصله دو تا تحول یا دو تا نقطه عطف یا در واقع دو تا واقع نادر و تاریخی صورت گرفته <applause> یکیش روز 23 آذر بود که رژیم در واقع از کمیسیون مقام زن سازمان ملل بیرون انداختن از یک ارگان بین المللی که این بی سابقه است خود رژیمی ها میگن یک بدعت خطرناکه و تا حالا در تاریخ چه سازمان ملل سابقه نداشته چون رژیم انتخاب شده بود اون کمیسیون و چهار سال دیگه منو جا داشت که بمونه و این در وسط دوره با این جلسه انداختنش بیرون انداختنش بیرون و این از اولم البته خوب پذیرش عضویت یعنی یه لکه ننگ برای خود سازمان ملل جامعه بین المللی بود اون موقع خوشبخت... زیادی شد به این مسئله فکر کنم بله بعد خوشبختانه این لکه رو پاک کردن با همین تصمیم گیری که شد البته رژیم خیلی تلاش کرد نشه حامیانش میخواستن اصلا کل دستور کار جلسه رو به هم بزنن بعد آخرین لحظات مثلا روسیه تر بود که این کمیسیون صلاحیت نداره ولی همه این ترفنده و همه این ها در واقع به شکست کشیده شد و رژیم رو بیرون انداختن این یک اقدام تاریخی و نادر در سطح بین بود یک گام عملی و مؤثر شوخ چون خب موزگیری ها زیاده ولی یک اقدام که این میتونه گام اول برای بیرون انداختن رژیم از مجمع عمومی از و سازمان ملل باشه تحول دوم سه آبان بود یعنی جلسه اسراری و ویژه سه آذر فکر سه آبان آبان بلد. بله, سه آبان بود جلسه شورای حقوق بشر جلسه اسراری و آبان. فوق العاده که اونجا در واقع خود 47 کشور عضو همین شورای حقوق بشرن اونجا تصویب کردن تشکیل یک هیئت تحقیق بین المللی برای رسیدگی به جنایت رژیم در رابطه با قیام کننده ها که اینم یک امر نادر نادر بود و تا حالا چنین چیزی در رابطه با رژیم نداشتیم علی رغم اون همه جنایتی که کرده قتل عام ها کشتار وسیع کشتار آبان و اینم در واقع درخشش قیام و خون و جوشش خون قیام کننده ها و شهیدان قیام باعث شد این تصمیم گرفته بشه حتی این دیگه الزام آوره و پیامده اجرایی داره و حتی بوجان برای این داستان تعیین کردن فکر کنم اگه بدون دقیق باشه آماری که میگم بالای 13 میلیون یه بودجه اختصاص در نهایت تشکیل میشه یعنی اینکه رژیم صلاحیت نداره خودش تحقیقات باید از بیرون جامعه بین المللی هیئت بفرسته و تحقیق کنن حالا اینکه رژیم را به در خوب اون بعدشه ولی تا که به ضربه که رژیم خورده و گام عملی که جامعه بین المللی برداشته اینم یک اقدام خیلی جدی حتی اگر هم نده از همون جایی که هستن میتونن از خارج پیگیری کنن مصاحبه کنن با قربانیان این سرکوب ها و برخواه میتونن رو بخشش انجام بدن بله اینو خود جاوید رحمان توضیح داده بود ام. بعد حتی ترکیب هیئت بعد چونی دولتی یعنی درن مشخص میکنن بله بله این هم یه ضربه جدی بود البته از این ضربات نه در این عباد ولی خب تقریبا چیزهای خیلی مؤثر و جدی یکی همین قطنامه دیشبه مجمع عمومی سازمان ملل بود 59 این محکومیت رژیم در ارگان بین المللی اینم خب درست 59 بار محکوم شده و هر سال بوده ولی ویژگی این بار این بود که در واقع این هم صدای قیام کنندگان ایرانو منعکس کرد یعنی سرکوب بی رحمانی رژیم و سر قیام تو این در واقع بهش اشاره شده اینکه رژیم باید دست از دستگیری سرانه و گسترده برداره و دستگیر شدگانو آزاد کنه باید تحقیقات مستقل و بیطرفانه صورت بگیره باید مسئولیت از مجازات تو ایران پایان پیدا کنه این هم یک ضربه جدی بود شما میدونید هر روز هم ما شاهد موزگیری مقامات کشور اروپا، آمریکا، کانادا، استرالیا هستیم جلسات متعدد، قطنامه متعدد تو پارلمان ها خب این هم هر روز هست حالا همه اینها روی یک فضایی شده برشت میون که که کار مثلا یک قطاری است که حرکت کرده و هر کسی که موزنگی اساس بکنه جا میمونه اونها همه تلاش خودشون رو به این قطار برسونن و برای حمایت از قیام مردم ایران یک موضعی حتما گرفته باشن که تو کارماشون ثبت شده باشه که ما در این تاریخ بی تفاوت نبودیم بله بخاطر اینکه باید جواب افکار عمومی شونو بدن جواب قانون‌گذارا رو بدن بعد اینا انتخاباتی هست نمیام از این چیزا هست خب فکر بله. اینجا را میکنن چون واقعا فزاد برای الان برام پیشی میگیرن تو موزه گیری دیگه در سطح نخست و رئیس جمهور و همه اینا وزرای خارجه و کسانی که قبلا خب اصلا اینا خودشون به قول معروف شناخته شده بودن به مماشات و استعمالات و این چیزا با رژیم حالا این محصول چیه محصول یک کار علاوه بر درخشش خود قیام و خود شجاعت و جسارت قیام کننده ها و استمرار قیام در سه ماه اخیر و وارد چهارمین ماه شدیم علاوه بر این و خون شهدا کار گسترده و عظیمی در سطح بین المللی برای منعکس کردن صدای قیام کننده ها. چون رژیم با قطع اینترنت با این کاری ای که میکنه با این شیطان سازیا که انجام میده علیه قیام کنند خوب میتونید این صدا رو خاموش کنه ولی این صدا هر روز تنین میشه مثلا شما نگاه کنید روز 23 آذر بیش از 200 تن از نمایندگان پارلمان انگلستان یک بیانیه دادن در حمایت از قیام مردم ایران بله از همه اعضاء پارلمان بعد این پارلمان انگلستان تا حالا از 25 مهر تا الان سه تا کنفرانس سر قیام ایران برگزار کرده فرح هزبی. دو کنفرانسش خوب خانم مریم رجبی صورت آنلاین توش سخنرانی کرده علاوه بر این کنفرانس های مشابه تو ایتالیا تو فرانسه تو ایرلند تو بلژیک تو کنگره آمریکا صورت گرفته تو همین مدت با حضور نماینده فرح حزبی مثلا تو کنگره آمریکا از حزب دموکرات و جمهوری خواه بالاترین مقامات کنگره از سناتور منندز گرفته که رئیس کمیته رابط خارجی آمریکا تا جمهوری خواه برجسته همشون تو این در واقع کنفرانس کنفرانس بودن این در کانادا هم بود البته در کانادا هم به شما این علاوه بر بیانیه های متعدده که در واقع صادر میشه مثلا امروز قطنامه بوده توی پارلمان بلژیک قطنامه حمایت از قیام مردم ایران و توی مهرما قطنامه اکثریت پارلمان اروپا همین پریروز 176 تن از نماینده های پارلمان اروپا از حزب مردمی اروپا که بالاترین گروه سیاسی پارلمان اروپا است بیانیه در حمایت از قیام مردم ایران حالا توی این کنفرانسی که بهش اشاره کردم اینا چهار موضوع کلیدی رو مطرح میکنن علاوه بر محکوم کردن سرکوب و جنایت رژیم علیه قیام کننده ها و علاوه بر حمایت از قیام کننده ها و در رأسش خوب زنان قیام کننده که به عنوان لیدر قیام ازشون اسم میبرن رو چند تا موضوع کلیدی انگوش میذارن که این خوب تأثیرش رو توی دولت مردان و دول... میذاره یکی این که باید حق مردم ایران برای دفاع از خود و سرنگونی رژیم به رسمیت شناخته بشه از طرف دولت ها؟ بله بله این خاصه خود پارلمانی است که نمایندگان مردمان. بعد یکی دیگه این که چیزی که به حقیقتی که گواهی میدن این که عموماً میگن میگن مردم ایران هیچ نوع استبدادی را نمیخوان. چه از نوع مذهبی چه سلطنتی. مثلا همین 23 آذر که گفتم با بلکمن توی همین کنفرانس لندن گفت این شعاری که مردم ایران میدن مرگ بر ستمگر چه باشه چه رهبر این نشون میده که اینا از هر نوع استبدادی بیزارن و این سالیان رنج بردن میگن یعنی حرفشون اینه که مردم رو به گذشته ندارن مردم ایران حالم که نمیپذیرن ترت کردن با این شعارشون رو به آینده دارن حالا رو به آینده رو بلا فاصله خودشون میگن یعنی چی میگن یعنی اینکه یک آلترناتیو تو دسترسه یک آلترناتیوی که شورای ملی مقاومت هدایت شو خانم مریم رجایی به بوده داره یک طرح ده ای داره برای ایران آزاد فردا برای ایجاد یک دموکراسی مفتنی بر جدای دین از دولت ایران غیر هستی ایرانی که در صلح و مسلمت آمیز با همسایگانش روی اینم تاکید میکنن عنصر دیگری که روش تاکید میکنن میگن این قیام یکی از علت اصلی استمرارش سازمان یافتگیشه و نقش ویژه کانونهای شورشی <applause> که اینا نزشتن که این قیام در واقع رژیم تو این مدت اینو در واقع خاموش کنه علا رقم این همه سرکوب درواقع <applause> در واقع این هم نکته و که روش تاکید میکنن البته خود اینا خواسته خیلی بیشترم مطرح میکنن مثلا میگن این حمایت لفظی مقامات و نمیدونم مقامات دولتی و اینا کافی نیست باید شما سفارت رژیم ایرانو و تو کشور اروپایی و تو کشور مختلف ببندید موضوعش از اونجا اخراج کنید معنی روابط اقتصادی دیپلماتیکتون رو باشون قطع کنید پروندهشو ببرید شورای امنیت اصلا سپاه هم میگن بله سپاه رو رویسی تو لیست روسیه بگنجونید پرونده جنایت رژیم رو تو شورای امنیت خامنه و رئیسی و سایر جنایتکاران رو تو دگه, دگه بین المللی محاکمه کنید همه اینا محصول این فعالیتایی است که گفتم شده حالا این فعالیتای سریست تو جنبه سیاسی و وجوه سیاسی که خب مقاومت ایران میکنه یه بچشم در واقع کف خیابونه اروپا و آمریکا، و کانادا، و استرالیا است. اونم یاران شورشگر و هواداران مقاومتن که سه ماه لحظه ای این خیابان رو ترک نکردن. مم. تحسنه مط... مف... مستمر توی برلین، تو استکل و تو لندن هفته الان تظاهرات هر روز تقریبا تو پایتخته بعضی وقت شونزه پایتخت و شهر اروپایی و آمریکا و کانادا و استرالیا برگزار میشه تو سوز و سرما الان دیروز سحنه شدیم تو پاریس برف می اومد و اینا با پاکبازی خودشون و با اون حس میهن پرسی خودشون صدای قیام کننده هستن در بیرون یعنی این کارو میکنن نمایشگاه بزرگ داشت شهیدان تو اکثر کشور اروپایی تو پایتختها ها تو شهره مختلف برقراره از جمله مقابل کنگره آمریکا و مقابل سنه آمریکا بله، هر بله کنگرس منتوش توش میرن خب این محصول یک کارزار عظیم و همه جانبه و گسترده است که اجازه نمیده اون خون قیام کننده اون رنجشون اون در رژیم خاموش کنه متحدانش خاموش کنن سیاست مماشات خاموش کنه این این تحولی که تو سطح بین شده بارد. من, من به گوشه واقعا نوک کوهی خود اشاره کردم بهش این محصول این فراینده این اونجا به شما آیا این فضای بین یا این فعالیت هایی که صورت گرفته و این اقداماتی هم که الان انجام دادن میشه گفت که به هر حال سیاست مماشات و چند گام عقب رونده به طور واقعی و عملی روی تو صحنه دیپلماتیک یا نه میشه زوده. گفت نه میشه گفت عقب رونده <محن> ضربه جدی زده مثلا شما یه قلم نگاه کنید الان چیزی به اسم برجام صورت مسئلهش از رومیز برداشته شده الان خود اروپایی ها و خود آمریکا و اون مماسدگرترین چیزه آمریکا نمان. میگن الان تمرکز ما دیگه روی برجام نیست الان شما میبینید دیگه نه مذاکره تو کاره نه گفتگویی هست اصلا خودشون میگن تمرکز ما رفته رو قیام مثلا اروپا خب تو این داستان برجام در واقع دلال کارچاخ کن اه، اه، و جور کردن معامله و زدوبند برای رژیم بود این جوزه ورل یه پاشتو تهران یه پاشتو تو وین مستمر جوش میداد الان همین اتحادی اروپا تو این قیام چار بسته تحریمی علی رژیم داده انسان نزدیک نمیشودن به تحریم از بالاترین سرن رژیم از سپا گرفته فرمانده سپا تا قضایی و همه فقط رئیسی و خامنی هنوز موندن که نبردن تو لیست یعنی مزور تحریما ولی چهار بسته تحریمی دادن خودشون میگن تازه بسای دیگه هم در راهه این بهشون تحمیل شده این نیست که مثلا همینجوری خودشون دوست داشته باشن چون این خب در واقع سردمدار این سیاست مماشات بودن علاوه بر این پس صورت مسئله برجام که بهتون گفتم این تحریما که گفت آمریکا هم خب بلند چه پارس تحریم میکنه تحریم متعدد خزانه داریش وزارت خارجش خب اینا به خاطر همین موج بین هم هست و گنه که بینا برمیگرده که خب میخواستن همون مسیر رو برن دیگه مسیر برجامو ولی قیام ایران اومده در واقع این میز و یک لگت بهش زده در واقع مقداری الان چپ کرده این میزو بعد علاوه بر این یه سری لابی ها و استعمالتگران و مبلغان رژیم هم ضربه جدی خوردن تو سطح بین المللی مثلا یک مورد این شوره آتلانتیک شوره آتلانتیک برنامه داشت تو آمریکا به اسم پروژه برنامه آینده ایران این یک زنی به اسم باربارا اسلو... اسلوین این مفتکر این بود این برای نایاک برای جواد ظریف برای وزارت خارجه رژیم برای اینکه رژیمو از سپاه و تولیس تروریستی قرار ندن رژیمو تحریم نکنن مستمر لابی میکرد تحت پوش دانشگاهی و اینا این الان از این شورا انداختنش بیرون اصلا لیست کردن این کارایی که میکرده به همین امانون... رابطش با رژیم آره به عنوان رسوایی <applause> که این لابی رژیم بوده انداختنش این گفته اصلا این صورت مسئله و این پروژه رو از دستور کارش خارج کرده به جاش کسانی آورده که در رابطه با رژیم مواضع قاطع دارن مثلا یکی از اونایی که گفتن آوردن اینجا پر فرانسیس تاونزنده که مشاور امنیت ملی سابق آمریکا بوده آره. که خب کسیه که میگه خب این رژیم باید بره دیگه و بر نکته جالب اینجاست که این فعالیت های مثلا فرض همین برای اسلاوین رو قبلا هم میدونستند ولی قبلا حالا تحمل میکردن یا کاری بهش نداشتن ولی الان میگن به دلیل همون فعالیت الان هم برو بیرو بله اصلا اینجوری اینی بس... که تازه فهمیده باشن درسته من اینجوری میفهمم چون فعالیتش فکر آشکار بود این که میرفت سفارت رژیم و اینا نه برای ظریف و برای مقامات رژیم دلالی میکرد جور میکرد ملاقات ها و اینا با مقامات آمریکا نبود ولی می چون میدونستم برای اون موقع بهش کارنجن الان به دلیل قیام الان این اون فعالیت ها مردود محسوب میشه تو همون شوری آتلانتیک الان گذاشنش کنار بهش شما خانم تانزند آوردن الان یعنی این سونامی قیام این زلزله که راندخته را پس لرزش همه جا میره این سیاست ها را در هم میکوبه مثلا یک مورد دیگه حالا ربط مستقیمش خب ولی میدونه می که آدم این تحت تاثیر همین قیامه این افتزایی ای که تو پارلمان اروپا رو شده شما فهمیدید که تو خبرهای خودتونم بود که هفته گذشته تو پارلمان اروپا یه رسوایی بزرگ برملا شد که منجر شد به اخراج یکی از معاونین پارلمان اروپا یعنی کنار گذشتنش از اون پست مجلس اروپا. ولی. چی بود داستان اینا یه بازرسی را تو بلژیک تو بروکسل و اینا خونه های این نماینده پارلمان اروپا را گشتند عموما از حزب سوسیالیست دموکرات بودن 600 هزار پوند پول نقد پیدا کردن کلی معاملات و زد و بند که قطر به این آدما داده بود که اینا لابی کنن برای قطر و متحدان قطر مم. که رژیم هم سالیان سال از سریق قطر لابیگری میکرد خبرنگاران دوست استخدام میکرد همین پارلمانترا و مقامات و روزنامه ها و اینا رو استفاده میکرد یعنی رژیم از طریق قطر و خود قطر که این رو شد این افتضاح گفتن این پارلمان اروپا و اروپا رو تکان داد پس لرزش رفته تا شورای اروپا میگن معلوم شد نفوذی اونجا هم بوده این تا حالا خوب اینا نبود اینا چیزایی نبوده که ندونن که قطر پول میده که قطر این کار که رژیم لابیگریج از طریق اونه شما الج... تبلیغ میکنه برای همین رژیم و تو همین شرایط هم. مثلا یکی از کشورهایی که عموما توی مجامع بین‌المللی اگر رأی مخالف نده ممتنع میده به رژیم ولی کلن لابیگریشو میکنه در نشه این پس لرزه تا اونجاها رفته ما باید تو روز اینده شاهد چنین پیامده دیگه باشیم چنین ضربات دیگه به سیاست مماشات باشیم اون چیزی که اینجا تعیین کننده است چیه؟ اینه که همون استمرار قیام تو داخله همون چیزی باید. که تو کف خیابون میگذره همین روز در کف زاهدان خیابونه زاهدان رو گذشت و این چیزیه که این قیام در واقع کسانی داره منظورم یه آلترناتیوی هست یه هماوردی هست که این صدا و این پژوک میرسونه همه جای تنین انداز میکنه این آثرش به این دلیله بعد این فقط به سیاست مدارا یا پارلمان ها یا دولته نرفته فضای رسانه های بینم به شدت تحت تاثیر قرار داده چون شما میدونید یک تبلیغات گسترده تو این رسانه بینم برای پوشوندن ایناست مثلا به این ان بی سی ایراد گرفته بودن که سه ما قیام در حد پنج دقیقه تو از قیام ایران منعکس کردی هم. چرا میخوان بپوشونن دوست ندارن که میخوان ما آخونده باشه چون از قبل این منافع دارن دیگه ولی الان شما میدونید روزی نیست که مقالات نیویورک تایمز واشنگتن پست لوموند همه اونایی که شاخصه در واقع مماشات بودن به قیام ایران نپردازن و و نکنن به این که الان یک چشمندازی ایجاد شده برای تغییر رژیم من فقط یک مورد آوردم که مصاحبه طولانی نشه این سرمقاله واشنگتن پست نوشته شکاف عمیق و غیر قابل بازگشت و در حال رشد بین حاکمان و حکومت شدگان میتواند برای رژیم دیکتاتوری ایران ناقوس مرگ باشد بلومبرگ هم که بهتون گفتم گفته آه. که ایران دموکراتیک در راه است و میانه را رهبری خواهد کرد یعنی این تاثیر همون قیام و الان صحنه که تعادل بین اون الان امروز تازه بله. بله, خیلی ممنون از شما آقای نژاد تصویری که دادی تصویر بسیار جامع و کاملی از اوضاع بین رژیم که چقدر توی در جریان این قیام تاثیر پذیرفته از اون خونهایی که کف خیابون داده میشه و اینجوری آثار شما می‌بینیم چقدر گسترده است و بورویش ما الان پیش بینی اینکه یک ایران دموکراتیک در رو هست و اونها هم دیگه دارن بهش اذام میکنن سپاسگزاریم از حضورتون در این گفتگو خیلی ممنون با تشکر از شما و تشکر از بینندگان سیمای آزادی درود بر شما